راستش از هر پسری بپرسین که آینده میخواد چیکار بشه، میگه یا آتش نشان یا پلیس یا خلبان. من بیشتر خلبانی رو دوست داشتم، ولی چون یه تصادف بد کردم از همون سنین کودکی، دستم پلاتین رفت داخلش و دیگه نتونستم برم خلبانی. و اون تصادف اتفاقا خیر بود برای من که مسیر زندگیم کلا عوض بشه. الو، سلام مامان، خوبی؟ سلامتی؟ سلام عزیزم، احوال شما خوبی؟ سلامت باشی؟ سلامتی؟ زنده باشی؟ قربانت عزیزم. چی کار میکنی؟ منتظر شما هستیم عزیز گلم. شما کجا هستی؟ چی کار میکنی؟ منم تو جاده هم دارم میرم پیش خانم خوشتبی، همین که گفتم تو گواهی تفتانه. من گفتم مامان جون داریم یه شیراز خدا دیگه دلمون شده یه ریزه برد ها. زنده باشی. چی تالو نیمدی؟ دلمون هوای بچه ها کرده، دلمون هوای خودتون کرده به خدا. چشم میام هست. سال 84 که دانشگاه زاهدان قبول شدیم، شروع فعالیت‌های عبدالملک ریگی بود. خیلی اوضاع استان به هم ریخته بود، ولی انقدر فضای صمیمی ما داشتیم توی خوابگاه که هر موقع می‌خواستم برم پیش خانواده، دلم برای زاهدان تنگ می‌شد. از بچگی دنبال کارهای هیجانی بودم، شر و شورم بودم. بنده خدا مادرم خیلی زحمت ما رو کشید. کجا اومدی؟ قلب کو اومدی ماما؟ بابا اومدی قلب کوی تفتان؟ خواهیست کل ماما چی میخوایی اومدی اینجا؟ انگیزه کار و تلاش رو بیشتر از همه مادرم توی من ایجاد کرد. توی خونه همیشه مشغول یه کاری بود، خودش ترشی درست میکرد، رو به گوجه رو خودش میگرفت، خیاطی میکرد، گلدوزی میکرد، شیرینی درست میکرد. همه اینا باعث شد که من از همون بچگی خیلی علاقه من بشم به تولید و ایجاد ارزش افزوده. شما اسمت چیه؟ رحمان. رحمان ماشه. کلاس چندومی؟ پنج. میخوای چی کار بشی؟ دکتر، مهندس، پلیس، خلبان. خلبانم دوست نداری بشی؟ سوار هواپیما بشی؟ زیر ساخت و امکانات و پول و همه اینا جور میشه. اگه اون شخصیت، اون همت، اون جدیت وجود داشته باشه، قطعاً تمام مسائل حل میشه. تجربه اثبات کرده دیگه. اون توی دوران کودکی، دوران نوجوانی اونجا شکل میگیره. این چی اسمش؟ یک دارو بلوچیه به نام بوکالمه. نمیدونم شما فارسی گله و لبشه میگی چی میگی؟ مال حساسیته. بعد حساسیت پوستی خارش بدن، پوست بدن دوره میشه خارش میده، بینه میجوشینیم آبشه میدیم به مریض. این کلن تمام فصلا گل داره؟ بله فصل زمستون تابستون گل داره. این یه درختی که سرما گرما خوشون میشه. این چیه؟ ای بو مادرانه. بو مادران. ای بو مادرانه. چه بوی خوبی داره. همیشه هم گل داره؟ من همیشه گل داره. بو مادران یه دارویه که همیشه سبزه و خیلی حواس دارویشم خیلی خوبه. ای پوچک. همون پونه خودمونه درسته؟ خودمونه بله. چه خاصیتی داره؟ گرمه آره؟ بله بله. برای سرماخوردگی، برای عطر غذا که داخل آش غذایی بریزیم، روی کشکی بریزیم، عطر خوشمزه‌ای داره. داروگیایی به اسم سیاه درنه برای دل پیچه، دل درد، بچه هایی که حالت اسهال استفراغ دارن، از اینا میجوشون هم میدن. همه فکر میکنه سیستان بلوچستان محرومه. سیستان بلوچستان محروم نیست. سیستان بلوچستان بچه‌هاش خوابن، از خوابی بیدار نمیشن. اگه بیدار بشن سنگ سیستان بلوچستان برای ما طلاه.
خاک سیستان و بلوچستان برام طلایه. من شاید اگه خودم شخصا یه پیرزانم تو این مسیر امروز تا از صبح تا الان کار میکردم، شاید 1 میلیاردم از اینجا بار میدادم میرفتم. همونی که میگن این دارو از کجا اومده، میگه از تفتان خاش اومده، برام یه گنجه. چه فرهنگمون زنده، اسم استانم زنده. الان همین دارو تهران میره و شهرستان ها بزار میره، اصلا بچه شهرستان هرون میشه میگه ای گل بنفشه ای از کجا اومده. ولی نزدیک بیادی گنج ما رو ببینه، واقعا جا واقعا برام افتخار. فضای محرومیتی که میدیدیم، این محرومیت در کنار این همه فرصت، باعث شد که من دیگه با دنیای مهندس شیمی خداحافظی کنم و کارآفرینی بخونم. خیلی هم برام سخت بود. خوشحال شدیم شما. سلامت باشین. بزرگواری من اومدی و لایب دیدی دوستان ما، شهر ما، دوستان ما، این دره ما، واقعا جای حقیقی بود. اومدی سر زدی نفرمایی. نیم قبل از کنکور یان تصمیم گرفتم که بخونم، دانشگاه تهران قبول شدم. اون انگیزه که اولش وارد شدم این بود که برم اونجا کلی مطلب یاد بگیرم، بعد بیام توی سیستان و بلوچستان پیاده کنم. خب دیگه قله دانشگاه های ایران بود تو بحث کارآفرینی دانشگاه تهران. خیلی مباحثات چالشی داشتم با اساتیدم و یادم با یکی از اساتید که صحبت میکردم یه کمی طعنه به من زد که یه جوری مثلا برو شما اول یه چیزی بخون بعدن بیا صحبت کن. من بلا فاصله رفتم اون مقالات لاتینی که خونده بودم در زمینه پاورتی ریداکشن، کاهش فقر و از بین بردن فقر و کارآفرینی، اینا رو صفحات اولش پرینت گرفتم که تقریبا یه چیزی رو 90 تا مقاله بود، همه هم لاتین، آوردم گذاشتم جلوش. گفتم این مطالبی که شما میفرمایید من همه خوندم، اینا به درد شمال تهران هم نمیخوره، چه برسه به جنوب سیستان و بلوچستان. ولی اون چیزی که بیشتر از بحث‌های علمیش برام خیلی مهم بود، یعنی دستاورد تهران بگم، این بود که توی تهران و دانشگاه تهران و امثالام خبری نیست. فرصت مطالعاتی بود توی دانشگاه هاروارد، تئوری جدید تو بحث کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی مطرح شده بود که پروفسور مایکل پورتر دعوت کرده بودند که یه کار مطالعاتی بتونیم با هم دیگه انجام بدیم. خب خیلی خوب بود شما مقاله بدید و اونم مایکل پورتر با شما باشه، جز آرزوهای شاید اساتید دانشگاه تهران هم نباشید. ظاهرش خوب بود، یعنی خیلی کارهای مثبت اجتماعی انجام شد، ولی باطن این تئوری این بود که شما کارهای خیرخواهانه و کارهای اجتماعی انجام بدید برای پیشبرد اهداف اقتصادیتون، یعنی یه استفاده ابزاری از کارهای اجتماعی و مردمی. من دیدم راستش با منطق ما جور نیست، کلن با پایه اون تئوری مشکل داشتم و به خاطر همین خیلی راحت نگم، کمی دوراهی سختی بود، چون که جذابیت کار کردن با دانشگاه هاروارد خیلی بالا. خلاصه گذاشتیمش کنار و سمتش نرفت. این آویشن تفتان، آویشن کوهیه، هیچ کدوسم شیمیایی نداره، 100% ارگانیکه. چند تا خانم دارن اونجا تولید میکنن اینو، ما میخوایم کمکشون کنیم که بازارشون توسعه پیدا کنه، افراد بیشتری مشغول بشن، یعنی میخوایم کاری کنیم اون فقط اونجا جمع آوری کنیم و براش بفروشیم که چرخ زندگیش بچرخ. اینو گفتم که خیلی چونه نزنیم، یه چیزی باشه که میدونم من برای شما فایده داشته باشه، هم برای اون بنده خدا. سال 96 که کارو شروع کردیم دیگه مقدار اندوخته اطلاعاتی و علمی داشتیم، میدونستیم مسیر برامون روشن بود.
من خودم به این نتیجه رسیدم که این کارا چند تا حلقه مفقوده اصلی داره. اصلی ترینش اینه که بس نشده به بازار واقعی. یعنی خب ما این کار رو انجام میدادیم، ولی باز برای فروشش یه مقداری مشکل داشتیم. میرفت تو همین روال عادی بازار، دلال و دلال بازی و واسطه گری، اون انتفاعی که باید به کشاورز میرسید نمیرسید. بابا این مزهش به همین چوبشه، این برگه هست توی بازار. آره. نه اون اصلش اون کوهی بودنش به خاطر این چوبشه. عطر و طعم چوبش خیلی بهتر از خودشه. اصلا آره این خاصیت دارویی داره چوبش. حالا اگه شما بخوای من میتونم چوبشم بگیرم، ولی قیمتش بالاتر انصافاً، چون میگه خودت میدونی زحمت داره. اصلی ترین مشکلی که ما داشتیم محصول تولید میشون با چه مشقتی، مشقتش از اولش که مردم رو راضی کنین این کارو انجام بدن، با کلی سختی مسیر و سختی های زیرساختی که توی منطقه هست اینا تولید بشه، میرسه به یه محصول، این محصول باید فروش بره که از فروش این محصوله مردم منتفع بشن. خب این میرفت توی روال عادی بازار، مردم حداقل انتفاع رو میبردن و این حل کردن گره بازار توی کسب و کارهای روستایی خیلی کار سختی بود. ما غیر بومی میرفتیم توی منطقه بلوچستان و عمدن من یه سری مناطقی رو انتخاب کردم برای شروع کار که یه سری معضلات اجتماعی داشت. اصلی ترین معضلش هم قاچاق سوخت بود. یعنی همیشه یه دوگانه تو ذهن بچه‌ها بود که قاچاق سوخت یا کار دیگه. نیاز به اعتماد سازی داشتیم. تنها راه اعتماد سازی که تو اون منطقه به ذهن من میرسید این بود که یه بار مسیر قاچاق سوخت خودم برم، هم خودم متوجه بشم که مرز چیه، سختیاش چیه، وقتی که میگن طرف مجبوره بره، وقتی که میگن قیمت خونشه، وقتی که میگن ما دیدیم برادرمون پدرمون جلو چشم خودمون داره میسوزه. خب این بار میدیدم که حس میکردم. همین الان هم واقعا درس میگیرم از اون چند روزه، اینکه وضعیت مردم چیه اونجا، چجوری دارن زندگی میکنن، ما کجاییم، اونجا کجاست، اصلا سطح فکرها چیه، اون در مورد چی داره فکر میکنه، ما در مورد چی داریم فکر میکنیم. بعد ما نشستیم اینجا پشت درهای بسته یه سری تصمیم میگیریم برای اون منطقه. تا نری نبینی اصلا نمیتونی تصمیم بگیری، چه اینکه بخوای اجرا کنی. اللہ رحمتان گنج و زحمتان اللہ دعوتین پورانی گپ و حلوتین پورانی گپ و حلوتین اللہ رحمتین اللہ رحمتین پادا کے ہنگتین صحبہ صباح مدتین. بعد از اون بود که دیگه ما رفتیم پروژه بسته‌بندی خرما، استخر پرورش ماهی، خلاصه چند تا خورده مشاغل روستایی رو اونجا تونستیم توسط خود مردمی که همیشه میگفتن که تنها راه چاره ما قاچاق سوخت هست، با همون مردم این کارا رو انجام میدیم. این خیلی برام لذت بخش بود. ممکنه که مقدارش کم باشه، تو این همه خرمای بلوچستان ما مثلا 100 تن خرما کار کردیم، خب این خنده داره، ولی مهم اینه که این مدل درستیه و اگر کسی بخواد چه بحث فرهنگی و اجتماعیش که اون اعتماد سازی است انجام بده، چه از لحاظ اقتصادی این که آنالیز کنه که دقیقاً حلقه گم شده اون زنجیره کسب و کار مردم چیه، مسیرش اینه.
جنس محرومیت سیستم اجسان خیلی متفاوته با بقیه جهان. یعنی بقیه جا شاید فقط یه تک عنصر اقتصاد باشه، حالا بعضی جاها بحث‌های اجتماعی و فرهنگی هم مخلوطشون، ولی توی سیستم اجسان خیلی در هم تنیده است. یعنی کلاف سردرگم جذابه، یعنی خیلی متفاوته با اینکه مثلا شما جنوب تهران به بحث محرومیت رو پیگیری کنید. اگه ما توی سیستان و بلوچستان بتونیم یه الگوی موفقی رو ارائه بدیم، قطعا هر جای کشور قابل ارائه است. حالا پارامترهاش رو باید تغییر بدیم، ولی توی سیستان و بلوچستان جواب بده، یعنی همه جا جواب میده، چون تمام پارامترها اینجا خیلی حاده. ما یه سری نمونه کاره که یه تعداد خانم دارن توی روستاها توی خونه تولید میکنن. داخل استان این رنگ بندی ها رو کمتر میبینیم. این سنن قرمز باشه. قرمز باشه. این دوختش خیلی حاسونه. حالا مثلا قیمت این هست 1 تومن، قیمت این هست 2 خورده. بازار خوبی داره، فقط رنگبندیشونو خراب زدن. بعد رنگبندی بلوچی بزنن اینجا. چجوری مثلا بزنن؟ این رنگبندیه مثلا اینجا قرمز و این رنگبندیه میشه، این زرده اینا اینجا زیاد نمیپسند. ما اینا رو یه جوری زدیم که غیر از بلوچ هم مشتریش باشه. اونطوری هم میشه. اینا دیگه گلای خوبی هستن، دیگه آینه کاری هم هستن. از اینا جدیدم تورات داریم. بعد کار دستن اینا مثلا ضرب دوختش هم خوبه. ما همینجوری که اعتقاد داریم یه رابطه فرهنگی و اجتماعی با تولید کننده باید داشته باشیم، به شدت اعتقاد داریم که این رابطه باید دو طرفه باشه. باید مصرف کننده این حس نسبت به ما و بلخص تولید کننده داشته باشه. نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که ما نیاز به یه فروشگاه داریم و دهستان اینو برای ما محقق میکرد. این پس توی درباری ما یادت باشه؟ درباری ما میشه ببینید چیز بزنیم مثلا از کجا شروع شد؟ دهستان از کجا شروع شد؟ آره، حالا یه عنوان خلاقانه باید باشه. بعد این قسمت فروشگاه به نظر اون دستبندی های کلی کارمون، مثلا صنایع دستی، خشکبار، دیگه توی صنایع دستی قسمت بندی کنیم، سفال، حصیر، یعنی باز آره. شاخه بدیم که یعنی یه مشتری وارد میشه کلا دستبندی سایت رو اینجا ببینه. این چیزی که میگم حتما بیاد داخل سایت، اونم مستندات علمی و آزمایشگاهی که ما برای محصولات داریم. مثلا عسلمون که عسل طبیعی ما تاییدیه آزمایشگاه داریم، یا بقیه محصولاتی که طبیعی هستن ما خودت میدونی که تاییدیه آزمایشگاه داریم. تغییراتی که شما گفتیم و عکس‌ها و لباس‌های مختلف و اینا رو می‌گیریم، کار برگزارش و مطالبش اینه که اون برسه. تقریباً یه مثلا 20 روزی ماهی زمان می‌بره تا کلی سایت بیاد. خیلی 20 روز. من کمترش کنم. شروع کار خیلی مشکلات زیادی داشتیم از هر لحاظ، از بحث‌های مالی گرفته، تأمینش. اصلاً فروشگاه داری، من آدم تاجر و کاسبی نبودم. گفتم که توی خانواده معمولی بزرگ شدم، توی بازار بزرگ نشدم. از سر دغدغه به این نتیجه رسیدم که باید فروشگاه داری کنیم. خب این خیلی سخت بود و خیلی هم دیر بود. مکانش برامون خیلی موضوعیت داشت، چون یه کار خاص و جدید بود. ما هم که کارو از دانشگاه سیستان بلوچستان شروع کرده بودیم، دیدیم که خیلی اتفاق مثبتیه که اولین شعبه دهستان داخل دانشگاه باشه. این چقدر بوی خوبی داره و همین میزان هم خوشمزه است. بعد ترکیبات سمیمیتونه. آره، ترکیبات چینا پشتش هست نوشته شده. داخل مجموعه دهستان تقریبا 8 نفر هستن که به صورت مستقیم دارن کار میکنن. غیر مستقیمش هم حدود 300 نفر الان شبکه تأمین دهستان هستن.
قرار بود من فقط صندوق دار باشم، کم کم شد کارهای حسابداری، غرفه ها رو هم من میچرخوندم تقریبا. خیلی جا مجبور شدم برم چیزی یاد بگیرم که جلو مشتری کم آوردم مثلا دفعه بعدی جواب داشته باشم. قرار بر این شد نیرو پروری بشه، افرادی که بیان با توجه به تجربیاتی که من کسب کردم راحت تر میتونیم بهشون آموزش بدیم که چیکار باید بکنن و پله پله بریم ان شاءالله به سمت درستانه بیشتر. چیزی که برای من مهمه اینه که یه کاربر که وارد سایت میشه تفاوت سایت دهستان با بقیه سایت‌های فروشگاه رو قشنگ احساس کنه. این حسه باید منتقل بشه. حسه برای من خیلی مهمه. اینو میشه تو قالب عکسای کم هست شما یه روایتی توی هر در واقع محصولی که داری میذاری، یه کسی که در واقع این محصول رو عرضه کرده یه بیوگرافی ازش باشه، یه جایی که داره زندگی میکنه، تصویر خودش با اون دستگاهی که حالا داره مثلا ربع انار تولید میکنه، مثلا ربع انارشو میذارن. دیدید با موبایل میگیری روی چیزی اسکن میکنه، بعد این میتونی روایتشو لینک کنی به محصول، یه بارکد یه چیزی بذاریم که اسکن بکنه بره اونجا اون روایتشو نشسته. پیشنهاد خوبیه. من خانم من کارشناسی و ارشدش دانشگاه تهران و تربیت مدرس بود و کلی خاطره خوب از تهران داشت و کلی هم دوست داشت و ما تهران رفته بودیم و کلی ذوق و شوق خونه گرفته بودیم. خانمم یه زندگی آروم و آرمانی برای خودش تصور کرده توی تهران و یه هفته قبل از عروسی آن گفتم که باید بریم سیستان و بلوچستان. خب خیلی تنش شدیدی بود. با همه این شرایط از سال 95 دیگه با خانم اومدیم سیستان بلوچستان و کارو شروع کردیم. چی شد بابا؟ بنزین داریم تموم میتونیم. اشکال نداره. میریم الان پمپ بنزین یه ساعت وای میسیم تو صف بنزین میزنیم. بعد یه ساعت وای سادن تو صف عادیه دیگه. خوب داشت. کسی که با رویای کارمندی و پشت میز نشینی و حقوق آباری که بزرگ میشه، شما اینو نمیتونید کارآفرین کنید. طلایی ترین نقطه برای این که بتونی یه جامعه و یه انسان متحول کنی همون دوران کودکیه. جز بدیهیاته که هر منطقه و هر اقلیم نوع آموزش خودشو میطلبه. یعنی شاید بچه های ما فقط سواد یاد بگیرن از آموزش برداشت. بعد از دوران مدرسه شون که تموم شد و حتی دانشگاه، اون موقعی که با فضای واقعی جامعه روبرو میشن میبینن که چقدر ضرر کردن. سلام بچه ها. ما الان شروع کردیم تو بحثای آموزش به صورت میدانی عملیاتی متناسب با زیست بوم و اقلیم همون منطقه داریم کار رو انجام میدیم. یعنی از همون بچگی درسش رو بخونه، سوادش رو داشته باشه، کسب و کارم یاد بگیره، کسب و کاری که توی منطقه وجود داره. طرح مدرسه اشتغالمون همینه که بچه‌ها از دوران کودکی ذهنیتشون عوض بشه، یاد میگیره که خودش باید به فکر خودش باشه، جسور باشه، جنگنده باشه. خلاصه ما شروع کردیم، البته اگرچه دیره. بچه ها ما اینجا یه کوه تفتان داریم تو این استان. تو دامنه کوه تفتان یه سری گیاه اونجا در میاد، بهش میگن گیاهانه دارویی. بچه ها کشت و پرورش و فروش گیاهان دارویی هم خودش یه شغل محسوب میشه، درسته؟ بجز کشاورزی دیگه چی داریم بچه ها؟ بجز کشاورزی کی میگه چه شغلی دارین؟ دستتون رو بالا کنین. بگو دخترم چی دارین؟ سوزندوزی. آفرین. سوزندوزی یه شاخه صنایع دستیه، درسته؟ حالا ازتون میخوام که در مورد همین شغلایی که با هم صحبت کردیم هر کدوم در مورد یکی از این شغلا برام نقاشی بکشید.
باشه میتونی؟ این همه آمال و آرزو اومدم سیستان و بلوچستان و کلی از موقعیتایی که داشتم اون سوزوندم. قسمت اعظم این تحرکه شخصیت خودم، اون شخصیتی که آروم نمیمونه و دنبال هیجان، دنبال کار جدید، این شخصیت رو من بخوام سیراب کنم، خب قطعا توی دهستان با این چهار دیواری سیراب نمیشه و به فکر توسعه دهستان هستم. من تا همین الانی که اینجا نشستم اونم میگه که اگر همون مهندس چیمی رفته بوده الان بهت میگفتن مهندس، الان چی بهت میگن؟ تو چی کاره این شغل چی؟ یه فاصله ای رو همزمان باهاشون رعایت کن، خب؟